يا رسول الله وقدوتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوالي هفهم شنين بود. حاکم یمن ابرهه با لشکرش برای چی به مکه آمد؟ ابرهه با لشکرش برای ویران کردن خانه کعبه آمد. ابرهه حاکم یمن در مرکز دولت خود معبد بنا می کند و یک شخص که از اهل مکه بود بیگاهی به معبد ابرهه در آمده دیوارهای آن را نجاست آلود می کند. وقتی که این خبر به ابرهه می رسد آن خیلی سخت غضبناک می شود و می پرسد که این را انجام داد و معین می شود که این کار را یکی از شخصان که از اهل مکه بود انجام داده است. ابرهه تصمیم می گیرد که رفته خانه کعبه را ویران می کند و لشکر خود را جمع نموده به سوی مکه روان می شود و او فیل‌های جنگی را هم با خود می گیرد. از این سبب این سال را سال فیل نامیدند. وقتی که به مکه نزدیک می شوند اهل مکه لشکر ابرهه را دیده از شهر خارج می شوند و به کوه می برایند. لشکر ابرهه نزدیک می شود به خانه کعبه و ابرهه امر می کند که خانه کعبه را ویران سازند. در این وقت الله امر می کند به پرندگان تا که لشکر ابرهه را یکسان سازند و چنانی که در قرآن می آید به نام خداوند بخشنده و مهربان. آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ آیا مکرشان را باطل نساخت و بر سر آنها پرندگان سیله سیله فرستاد تا آنها را به سجیل سنگباران کردند و آنها را چون کاهی پسمانده در آخر ساخت؟ این بود جزای ظالمی که میخواست خانه پروردگار را نابود بسازد و این یک درس است. این درس است برای آن شخصانی که امروزها میخواهند خانه های خدا را یعنی مسجدها را ببندند. ای انسانی که میخواهی که مسجدها را ببندی، بدان که خداوند صبور است، خداوند صبر میکند، ولیکن در آخرت عذاب سخت برای تو آماده خواهد شد. پس فرصتی توبه داری، توبه کن. خداوند توبه پذیر است و دوست میدارد که بنده اش به سوی او بازگردد. برادر و خواهری عزیزم، این بود قصه مختصری ابرهه با لشکرش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى ابدا ذلتنا.